به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. توی زندگی برای هممون بارها و بارها پیش میاد که نقش‌های مختلفی رو بازی کنیم. پدر بشیم، مادر بشیم، همکار بشیم. مافیا بازی نقش هاست، نقش هایی که بدون هم معنایی ندارن. به مسابقه هیجان انگیز شهروند و مافیا خوش اومدید. مرحله یک هشتم نهایی، 10 بازیکن که گام اولشون رو محکم برداشتن و حالا مصممتر از قبل دارن تلاش می‌کنن خودشون رو به مرحله بعدی برسونن. من پدرام صادقی به همراه سه تا داون اخ 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 نه دست از آن دست شب داشتیم بازی میکردیم انقدر اتهام خوردن دلم درد میکنه. بریم با 10 تا بازیکن این بازی آشنا شیم. همیشه توی این تصویرها یه نفر لای در مونده، این تا بین دو تا بازیکن داره پرس میشه. بازیکن بسیار خوب آقای سجاد که احتمالا این بازی هم از بازیش لذت میبریم. چهرش شبیه چیه؟ خوب نگاه کنید. اژدهای سبز. بله، یه کارتونی نشون میداد تو بچگی ما، اسمش تابالوگا بود. اصلا نگاه میکن عین تابالوگاست دقیقاً. درسته؟ درست میگم؟ آقا مصطفی، آقا مصطفی، تشریفی. آقا مصطفی هستن، گوش ندارن، اینجا یه سری گیرنده دریافت کردن. ماسک که میاد به صورتشون، اینا 100 درجه بالاتر از قبل داره کار میکنه. آره، دو تا صندلی اینور، دو تا صندلی اونور رو کامل سیگنالاشو دریافت میکنه و میگیره. بله، بیچاره اونایی که کنارش میشینن. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدین. تعداد بازیکن‌ها در هر بازی 10 نفره که شامل 7 شهروند و 3 مافیا است. در گروه شهروندها نقش‌ها عبارتند از محقق، کاراگاه، پزشک، بازپرس، روینتن و 2 شهروند ساده. در گروه مافیا هم نقش‌ها عبارتند از رئیس مافیا، ناتو و شیاد. خب بریم سراغ معرفی نقش شهروندها. محقق شهروندها به جز شب معارفه میتونه هر شب خودش رو با یکی پیوند بزنه. اگر کسی که محقق باهاش پیوند خورده شیاد یا ناتو باشه، در صورت خروج محقق با شلیک در شب یا رأی‌گیری در روز، اونم از بازی خارج میشه. کاراگاه وظیفه شناسایی مستقیم مافیاها رو داره. اون میتونه در طول شب در مورد نقش بازیکن‌ها از راوی سوال کنه و بفهمه کی مافیاست و کی نیست. کاراگاه میتونه همه رو به جز رئیس مافیاها شناسایی کنه، اما باید مواظب باشه تا شناسایی مخفیانش توسط مافیاها به انحراف کشیده نشه. پزشک، رئیس مافیا در هر شب دستور قتل 1 نفر رو میده و این پزشک بازیه که میتونه اون فرد رو از مرگ نجات بده. اون در هر شب بازی فقط 1 نفر رو و در طول کل بازی فقط 2 بار میتونه خودش رو نجات بده. بازپرس در یکی از شبها 2 نفر از افراد مظنون شهر رو برای بازجویی معرفی میکنه. صبح روز بعد اون 2 نفر باید از خودشون در جمع و به صورت علنی دفاع کنن. اعضای شهر بعد از شنیدن صحبت‌های اونا یکیشون رو با رأی‌گیری از بازی بیرون میفرستن. پس از خروج هویت فردی که از بازی بیرون میره برای همه شهر مشخص میشه. روینتن همونطور که از اسمش پیداست یه ذره آهنی به تن داره که باعث میشه در صورت شلیک مافیاها اتفاقی براش نیفته و زنده بمونه. روینتن ممکنه در عملیات سوداگری فریب بخوره و وارد گروه مافیا بشه. مهارت شهروندهای ساده جلب اعتماد سایر شهروندها و هدایت جریان بازیه. شهروندهای ساده هم میتونن در عملیات سوداگری فریب بخورن و وارد گروه مافیا بشن. خب بریم سراغ گروه مخوف و خطرناک مافیا. رئیس مافیا خطرناکترین عضو گروه مافیاست و هر شب یکی از شهروندها به دستور مستقیم اون مورد سوء قصد قرار میگیره. رئیس مافیاها به راحتی قابل شناسایی نیست و کاراگاه و محقق بازی نمیتونن اون رو پیدا کنن.
ناتو قاتل حرفه‌ای گروه مافیا است که با تایید رئیس میتونه یکی از شهروندان نقشدار بازی رو از بازی خارج کنه. شبیه که ناتو از تخصصش استفاده کنه، رئیس مافیاها نمیتونه دستور قتل کسی رو صادر کنه. شیاد، حق باز تمام عیار گروه مافیا، شیاده. اون هر شب تلاش میکنه کاراگاه رو به بیراهه بکشونه و اجازه نده تا اون نقش مافیاها رو درست شناسایی کنه و به هویت اونا دست پیدا کنه. شبکه نسیم، مسابقه شهروند و مافیا مرحله 1/8 و 10 شرکت کننده که باید بریم ببینیم قراره چه اتفاقاتی رو رقم بزنن. همراه باشید. ارادت، احوالتون چطوره؟ سلام و عرض ادب خدمت شرکت کننده های محترم. خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستیم. سلام میکنم به گروه محترم داوری و آقای پدرام صادقی. ارادت داریم آقای نورایی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به افتخار خودتون لطفا دوستان. بفرمایید، خواهش میکنم. بینندگان عزیز، با یک رقابت دیگه در خدمتتون هستیم. سریع میریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت میکنن 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. سلام رفقا، من اسمم محمده، خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون بازی میکنم. ببین شما رفت ناراحتی؟ آخه منم رئیس میکشیدم ناراحت میشدم. به نظرم تو رئیسی، درست میگم؟ تو به نظرم مافیایی، علی به نظرم تو هم مافیایی. آره، روز یک میفرستمت بری که راحت تر باشی. متشکرم. نفر بعد. خورده اسمت سخته. سلام اساتید فرافکنی، وقتتون بخیر. من علی ام، من شهروندم. فریبتونم نمیدم. اگه شهروندی نباید به من اتهام بزنه. اگه مافیایی که تو این بازی رویت درسته. زبان بدن شما از نظرم زبان بدن مشکل. شماره 7. فردا مافیا میکنم بیرونه، بهتون قول میدم. متشکرم. نفر بعد. بچه‌ها سلام، اسم من مهران، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. تو به نظرم مافیایی یا آقای شماره 2؟ زبان خب باید بگی شماره 1 بگی شهروند دیگه. یه تارگت احساسی داشت شماره 7. اونم همون اتهامو زد دیگه. شماره 9 مطمئنم مافیاست. قطع به یقین شماره 9 مافیاست. بعدی. زیوری و وزیری با هم وارد چالش شدن. سلام رفقا، من امیر جعفری ام، بچه گنبدم از کرج شرکت کردم. خیلی خوشحالم ببینتون بازی میکنم. من خواهم یه روز دستمو ببندم به دست محمد زاهدی. شماره؟ شماره 1. لطفاً با شماره مخاطبتون رو اعلام کنید. یه روز دستمو ببندم به شماره 1. نظر من آقای علی ام مشکوکه. من سم شهروند دارم. خودم هم شهروندم. تعامل پذیرم. شهروند پیدا کنم باهاش رأی میدم. بچرخ. بفرمایید. رفقا سلام، مصطفی ام، کیف میکنم باهاتون بازی میکنم. من شهروند بازی ام. شهروند بازی اساس بازیشو میذاره رو شهروندی من. از نظر من دو شهروند مهران شماره 3 تو قطعی مافیای بازی. تو روز معارفه از شهروندی یه نفر رسیدی به مافیای یکی دیگه. بعد چرا باید تو روز معارفه 7 تا اتهام زده؟ چرا باید بهمون بگه شهروند؟ از نظر من مهران مافیای بازی. متشکرم. نفر بعد. سلام دوستان، محمد جواد بازی هم. خیلی خوشحالم که دارم در کنارتون بازی میکنم. امیدوارم بازی جذابی باشه و فارغ از نتیجه حال هممون بعدش خوب باشه. به نظر من شماره 2 مافیای بازیه. چرا؟ تو فقط یه چیزی رو دیدی، تو فقط 7 رو دیدی، درباره بقیه نظر نداشتی. تو هم دیالوگا 1 رو تکرار کردی دیگه. به نظر من شماره 5 هم مشکوکه. فکتی واسه مهران آوردی، به دل من حداقل نمیشه از شماره 2 مشکوکه. تو خود شماره 2 رو مشکوک نداری؟ بفرمایید. نفر بعد. سلام دوستان، اسم من سجاد شهروند بازیم. تو وقتی داشتی به من اتهام می‌زدی دیدی من اینقدر داشتم می‌خندیدم، پس حداقل به استدلال ناراحتی نمیتونستی به من اتهام بزنی. این از این آقای 4 به نظر من تو بازی مافیایی بازیه. ببین تو که نمیتونی به آقای شماره 2 بگی که اتهام نزد. آقای شماره 2 یه نفر قبل صحبت کرده، هم به اون اتهام زده هم به من اتهام زده. متشکرم. زبون مهران زیوری هم شدی. بفرمایید. سلام رفقا، من اسمم حمید جوادی، خیلی خوشحالم کنارتون باز می‌گم. بچه تهرونم ولی با افتخار یک آذربایجانی هستم. رو شهروندی من شهروندا حساب کنم. من برایندم تو این بازی قطعا مثبته. آقای شماره 1، من با شناختی که شما از شما دارم خیلی ضعیف شروع کرده. شما خیلی مشکوکی. آقای شماره 4، بین 3 و 1 میگی شهروندا، چرا به این تارگت چرا به این اتهام نزدید؟ بفرمایید، خواهش میکنم. دوستان سلام، من نیمام، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. مشکوک خیلی زیاد دارم. شماره 3 شما میگی چون شماره 1 یه دونه اتهام به شماره فکر میکنم 6 بود یا 7 بود زده، 2 هم همونو زده، بعد تو ترن معارفه میرسید نوبت. تو نوبت معارفه میرسید به شهروندی اون
شما از نظر من مافیای بازی هستی. شماره 4، شما به نظر من فرار رو به جلو کردید. می‌خوای دستتو ببندی به دست یه مجهول؟ حالا اومدیم اون یه شهروند داد بیرون. می‌خوای چیکار بکنی؟ می‌خوای همینجا هست چی؟ شما از نظر من مافیای بازی هستی. شما دوتا به نظر من نوار خالی پر کردی. شما که نوار خالی پر ش... به جای اینکه نوار خالی پر کنی، یه طرف شاد، یه طرف غمگین پر کنه. شماره 8 بازی چی بودی؟ فقط شما یک شما خیلی مجهول. بفرمایید نفر بعد. به نام خدا. سلام دوستان، اسمم محمد، خیلی خوشحالم با همتون بازی میکنم. آقای حمید جوادی، من اصلا متوجه حرفای شما نشدم. شما به نظر من مافیایی هفت به شدت مشکوکه. بچه از شماره هفت هشت، از شماره هشت تا شیش به نظرم دو تا مافیا راحت نشسته. شماره نه به نظرم شهرونده. علی معرفت اصلا دوست نداشتم، اصلا معرفت دوست نداشتم. متشکرم. بفرمایید. با اعلام من، شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو، شیاد، معرفی میکنم رئیس مافیا، ناتو، شیاد. چه نقشه‌ای برای این شهر دارین میکشین؟ عجب تیم مافیاییه. بخوابن. محقق بخوابه. کارآگاه بخوابه. پزشک. اون استرسی که شماره 8 داشتش بیشتر به خاطر نقش مهم دکتریش بود. بخوابه. بازپرس. و رو این تن شهرمون ببینم شکلت. بخوابه. با اعلام من، روز میشه و شهر بیدار. بینندگان عزیز، این شهر قراره که خیلی شلوغ شه. صحبت میکنید 25 ثانیه. آقا گفتم قرار شروع شد، یعنی از الان، از چند ثانیه دیگه. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش. از شماره 1 بفرمایید. شماره 7 بعد از من صحبت کنید. شماره 7 مشکوکی به نظر من. ببین تو میگی به نظرت من مشکوکم، مهران مشکوکه، شماره 4 مشکوک، 6 هم مشکوکه دیگه. اینا رو مشکوک داشتی. من به خاطر این مشکوکم که تو زبان بدنت شهروندی بوده به تو اتهام زدم. شماره 2 هم مشکوک تو رو حمایت کرده، به من گفته شهروند، هم به خود شهروندت رو زبان بدنی که تو به نظرت شهروندی بوده اتهام داده. چرا دو به نظرت شهرونده؟ تو به نظرم مشکوکی. یه چالش من متشکرم. هشتم مش این 1 2 3 4 ببینم. 4 بفرمایید. من صحبت کنم؟ من دیالوگ میکنم باهات. اگه شهروندی دیگه به من اتهام نزن تو بازی، چون چیز خاصی از شماره 2 هنوز توی الان نگرفتم. صحبت بکنه میبینم بهش اتهام بزنم یا نزنم. ببین شماره 8 تو میگی شماره 4 چون شماره 3 و شماره 1 تو بازی شهروند داره تصمیم گرفته باشون بازی کنه، باید اتهامی که به نفرات بعد خودشون بزنن و اتهام کنه. من متوجه حرف شما نشدم. بنظرم شماره 8 تو این بازی مشکوکه. متشکرم. شماره 5 صحبت کن لطفا. بفرم. اول من صحبت کنم. شماره 7 تو تایم زمان تموم شد. اگه زمانت ادامه پیدا می‌کرد راجع به آقای نورایی و پروژکتورها اینا هم صحبت می‌کردی، به اینا هم می‌گفتی مشکوک بازی. از نظر من تو مشکوک بازی. تو اینجا 4 نفر رو مشکوک داشتی، 2 نفر با هم دیگه تو چالش. چی میشه؟ چالش. تو چالشن با هم دیگه و تو این دوتا رو با هم دیگه کردی توی جعبه، گفتی که این دوتا با هم دیگه مشکوکن. شماره 7 مافیاست. من منتظرم صحبت‌های شماره 3 رو بشنوم. متشکرم. ببین آقای مهران،
الان از نظرت چون من یه نفر زبان بدنش برام مشکوک بوده بیسید و یه نفرم به هویت من شهروند توهین کرده، باید بهش مثلا دیالوگ کنم؟ چیکار باید میکردم که مثلا تو سیت 3 مثلا نگه من برات مشکوکم؟ چیکار باید میکردم از نظر تو؟ سیت 3 6 صندلی شماره 2 آقای شماره 6، شما چیزی خودت از بازی متوجه شده بودی تو بازی؟ چیزی دیده بودی که من ندیده بودم؟ تو ترنه چرا اعلام نکردی تو نوبتت؟ باید میگفتی اینجا یه سری مشکوک بودن زبان بدن خودت اتهام میزدی دیگه. بین 6 و 7 تو این بازی مافیا نشسته. متشکرم. اونجا مافیا است. اونجا مافیا است. تو اگه شهروندی اصلا نباید اتهام بزنی. خیلی خوب برام بود. آقای شماره 2، شما روز 1 از نظر 3 مشکوک بودی. تو جایگاه شهروند الان روز شده، نه از کاورات اتهام داری، نه از حمایتات اتهام داری، نه از کسایی که به تو اتهام زدن. یه دفعه 6 و 7 از کجا درآوردی؟ ها؟ از 6 و 7 تا یه صد درصد برای چی توضیح میدی؟ یه دقیقه گوش بده آقای شماره 1، تو قطعا تو این بازی مافیایی. تو قطعا تو این بازی مافیایی. ببین دارم سه بار میگم، تو قطعا تو این بازی، اصلا این بازی شهروندی تو نیست. شماره 1 قطعا مافیاست. با نقش دکتری باید یه مقدار آرومتر و انقدر مشکوکم صحبت نکنه دیگه. بفرمایید. خب شما رأی شما رأی چرا مافیا هستی؟ دو تا استدلال بیار ما هم بفهمیم مافیا است. رأی بدیم با شما بری بیرون. شما میگی شماره 4 چون شماره 3 و شماره 1 و شهروند داره باید به شماره 7 اتهام بزنه. اصلا شماره 1 به شماره 7 اتهام زد، من به شماره 9 اتهام زدم. اصلا اون صحبت نکرده که اون باید صحبت کنه بعد اتهام بخوره. اصلا طرف درست بازی بین 7 و 8 با شانس بالا 8، 8 به نظرم مافیا است. ببین مصطفی، من شهروندم تو این بازی، شهروندی نباید به من اتهام بزنی. یه نفر قبل از اینکه تو استدلال بیاری به من گفتی شهروند. بچشین جناب مافیا بکنم بیرون. طرف درست بین 7 و 8 بعدی. بفرمایید. آقای شماره 10 بعد از من صحبت می‌کنه. خواهش می‌کنم چالش شده به من برگرد. آقای شماره 5 توی معارفه میگه 4 مافیاست. 3 تو ببین تو علیسه تو شماره 2 رو شهروند داری، درسته؟ به شماره 3 اتهام زدی. کل مسیرت به من میرسه دیگه. من گفتم این شهروند اون شهروند دو مافیاس از نظرم. کل مسیر تو معارفه به من میرسیده، چرا به من اتهام نزدی؟ از نظر من شماره 5 مشکوکه. شماره 9 چی میگه؟ میگه هم 8 مشکوکه هم 4 مشکوکه. 8 که تو تن معارفه به من تارگت زده، اتهام زده دیگه، چرا 8 برات مشکوکه؟ بفرمایید خواهش میکنم. نه، از نظر من مشکوکه. گوش بدید، چالش دارن. آقای حمید، شما محمد زاهدی شماره 1 و مافیا داری، مسیرت فقط میخوره به شماره 4 که گفته میخوام بهت موزه بدم، یک روز میخوام من اصلا با براینده شما بازی کنم. تو مسیرت که داره میخوره به شماره 4، میتونی یه چیپس و ماست برای من بگیری بیاری دستت درد نکنه. چون باید به اون یه اتهام بزنی. اینا رو بریزید کنار. ببین شماره 7 یه دیده انتخابی هم داشته، هم از تو زبان بدن اتهام خورده هم از علی، ولی فقط به تو اتهام زد، به دو کاری نداشت. علی امروز هم اصلا خوب نبودی. یک و شهروند داری، به سه داری توضیح میدی، بین 6 و 7 دنبال مافیا میگردی. مسیر دونو شهروند داری فقط به خود هم. چالش هم واسه شماره 2 بعد از من صحبت کنه. داداش من تو روز معارفه گفتم مهران قطعی شماره 3 قطعی مافیای بازیه. تو خودگیرت روشنه که چرا به تو اتهام نزدم؟ بعد یه چیزی که می‌خواستم بگم یادم رفت. چالش میگیره. آها، شماره 8 یه نفر گفته من میخوام دستمو ببندم به دست شماره 1. تو اونو قطعی مافیا داری، چرا یه اتهام به این نمیزنی؟ چرا یه اتهام به این نمیزنی؟ متشکرم. ببین آقا، من کاری ندارم چیو دوست داری تو این بازی، چیو دوست نداری. من چیپس و ماست دوست دارم. میگه سهر و مافیا داری. خیلی خوب دارم بازی میکنم، مگه مشکوکه؟ دارم بهش مسیح میدم، میگم من شهروندم، نباید به اتهامات به من ادامه. آقای 6 مگه صحبت‌های 5 رو نشده بود تو دوحاتت؟ وقتی رفیقمو به 5 سام داد، این دوتا شست چی بود بگم؟ اینجوری آوردی بالا. نوبتت باید بشه اتهام می‌ذاری دیگه. 6 سیف مافیاست تو این بازی. 6 مافیاست، 4 مافیاست تو این بازی. متشکرم. چالشم برای شماره 8 بعد من صحبت کن. اولاً که بعد اینکه چالش گرفت، فقط چالششو می‌خوام بگم. اصلاً ربطی نداره. چالش گرفتی میگی تو اومدی مثلا دارم میگم 4 و 2 رو گفتی که باکس کردید با هم دیگه، درسته؟ جعبه کردید با هم دیگه، درسته؟ روز معارفه کسی دیگه نیده بود. باکس کردن جعبه کردن اصلا معنی نمیده که شماره 5 من بهش دو دستی به مافیاش لایک دادم. خیلی. اصلا با من کاری نداره. شماره 5 به نظرم قطعی میتونه مافیا باشه. شماره 2 هم مافیا. حالا شماره 2 برای چی مافیا؟ شماره 2 چند نفر دارن به دتا میزنن؟ فقط داری مسیر میدی به مهران، بعد داری میگی اینجا مافیا. کی مافیا؟ من که سفت تو رو کوبیدم.
نفر بعد. ببین بچه‌ها استدلالای شماره 1 رو الان براتون میگم. شماره 1 تو دور معارفه به من میگفت، من میگفتم شهروند دیسلایک نشون میده. زمانی که شماره 10 به من گفتش که تو مافیایی، لایک نشون داده، تایید نشون داده. تو روز شد باید راجع به من صحبت میکردی، چرا راجع به این صحبت کردی؟ بعد 5 و 10 دارن به من مسیر میدن. من چیم اینجا الان؟ به نظر تو من چیم که این دو تا میخوام به ذهن من مسیر بدن؟ امیدوارم جنگی بین 8 تایی خیلی اذیتمون نکنه. 2 دقیقه دست به بازی نزن شما. بعد از شماره 7 بعد از شماره 7 رو صحبت کنید. بفرمایید. ببین تو اگه شهروندی ما دوتا رو که اونجا خورده گرفتی، گفتی چرا بین این دو نفر داری دنبال مافیا میگردید، یه نفر بعد تو روز معارفه گفته این ور دوتا مافیاست، خودتو شهرونداری، به ما هم داره اتهام میزنه همزمان، پس اونو باید یه دونه اتهام بهش بزنی، کاری با این ندارم. مهران زیوری، من دقیقاً کاری که تو خواستی و توی نوبت خودم کردم، برگشتم گفتم هشته از نظر من تو بازی مشکوکه، تو چالشم تو برگشت گفتی بین هفته های سایده، منو بعد از طرف خود جدا میکردی، به من میگفتی شهروند، مستقلا میرفتی هشتو گردن میگرفتی. مهران زیوری تو این بازی شماره 3 مشکوکه، شماره 5 نفهمیدم. شماره شهروندی به نظر من نمیتونن 2-5 با هم مافیا باشن. میدونی چرا؟ چون بلا فاصله بعد اینکه 4-5 اتهام زده، این بلا فاصله پرید چالش گرفته، مثلا دو تا یارشون اینجوری با هم هجوم آوردن سمت شهروند، یه در بازش با هم برن لا. پس نمیشه این دو تا با هم مافیا. بعد بگی علی مافیاست که داره رو شهروندی، اون به 4 اتهام میزنه. ببین شماره 8 اگه من به تو لایک شدم تا اتهام نزدم، یاریم با هم دیگه به اتهام نزدم. امروز که روند بازی یه جوریه که شهروند میدیم بیرون، تمومه. اگه شهروندی دیگه خوره درست بازی کنی، به نظر من بین 7 شماره 2 شماره 4 دو تا مافیا هست. متشکرم. شماره 4 معارفه گفته با من بازی میکنه، امروز من اتهامم 7، یه اتهام به اون نمیدم. بفرمایید. بین اینا دو تا مافیا. چالش هم برای شماره 6 بعد از من. یه دقیقه گوش بده. آقای شماره 1 الان شما بلند میشه میگه 5 و 2 نمیتونم با هم دیگه مافیا باشن، یعنی یکشون مافیا است، درسته؟ شماره 3 تاییدش وسطه. آقای شماره 3 کدومشون مافیا است؟ مگه تو اصلا راجع به اون حرفی زدی؟ مگه تو راجع به 2-5 حرف زدی که الان در تایید دادی رو حرف محمد زاهدی؟ 3 دیگه نمیتونه شهروند باشه، به نظرم 3 مافیاست که فقط میخواد رو موج سوار شه. 3 مافیاست. من مافیام الان. بفرمایید. یه لحظه گوش ما دادی. فکت این آقام درست ساعتو بلند شدی میگی یه نفر گردن من، بعد درباره یکی دیگه صحبت میکنی. این فکت اشتباه بود. ولی من میتونم تو رو شهروند بذارم آقا. مسیح به نظرم بین 2-5 منطقیه. شماره 8 هم اگر مافیا دادی 2-5 قشنگ چند نفر سایت گرفتن اونجا. چند نفر دور کوبیدن. به نظر من 2-5 میتونه حتی مینیمم یه دونه مافیا باشه. اینکه شلوغ داره میشه این شهر خیلی جذابه. مونتا آقا واسه داره حرف میزنه راوی. آقا اون دستا بیاد پایین، چالش بدین. و اینکه عرض کنم خدمتتون خیلی خوبه که این شهر داره شلوغ میشه، چون من پیش بینی کردم، ولی لطفاً فارسی شلوغ شه، امتیاز منفی داره. شهر شلوغ شده ولی شهروند افتاده به جون هم دیگه. یه مافیایی مثل شماره 9 ساکت نشسته. بفرمایید استفاده از کلمات انگلیسی. شماره 5 لطفاً بعد از من صحبت بکنین. خواهشاً به منم چالش بدید. من از اینجا شروع بکنم. شما یه دونه چالش گرفتی. خب فقط راجع به چالش صحبت کردی. بیستید بعد صحبت کنید. شما یه دونه چالش گرفتی، فقط راجع به چالش صحبت کردی. بعد گفتی شماره 1 مافیاست. شما از نظر من خیلی مشکوکی. دوست شماره 4 من فکتی که توی معارفه آوردم کاملاً مجزا بود واسه شما. شما شماره 8 چی داری الان؟ شما اگه شهرونداری شماره 3 باید بشه واسه مافیایی بازی دیگه. شماره 3 داره به نظر من ساید درست بازی بین شماره 3 و طرف درست طرف بازی. من صحبت کنم. شماره 8 تو به شماره 2 گفتی که بین حمایت‌ها دنبال مافیا باش. تو خودت بین حمایت‌هاش دنبال مافیا هستی. کی مافیاست؟ این مافیاست. تو داری تو شماره 6 از نظر چیه شهرونده؟ تو خودت داری به من اتهام میزنی، به 2 داری اتهام میزنی، به 3 هم داری اتهام میزنی. من که خودم به 3 اتهام زدم. 3 بلند شده با من داره دیالوگ میکنه، میگه تو از نظر من شهروندی، به من اتهام نزن. ببین ساید صحیح بازی بین 6 و 8 طرف زاهدی بعد من. ببین دو تا مافیای تو رو من جفتشون شهروند دارم. 6 که به نظر من شهرونده، 8 هم به نظر من شهرونده. تنهایی بلند شده رفته تو دل اون سه تا بازیکن، هیچ کدومشون بهشون نمیگم مافیا. ببین بچه‌ها به نظر من بین 2-4-7-9 سه تا مافیا نشسته. من فقط مسیرم همینجا 2-4-7-9 بفرمایید. لحظه گوش کن. ببین علی تو مگه به این آقای شماره 4 با این استدلال اتهام نزدید که منو شهروند داره چه امروز به اتهامای من اتهام نمیزنه؟ خب من مگه به نظر شهروند نیستم؟ من گفتم به نظرم 7 مافیا. چرا بین 7 و 6 واسه تو مافیا بود؟
چرا 7 تا اتهام ندادی؟ به نظر من که روند بازی خیلی معلومه، بین آقای علی، آقای شماره 4، شماره 7، 2 تا ببین آقای شماره 4 به 5 اتهام زده، این به هواخای اون داره بین اتهام میزنه، پس بین این دو تا منطقا دارن رو شهروندی اون بازی میکنن، خیلی معلومه. اگه به روند بازی دقت کنید میبینید هر جایی از بازی که 5 یه ذره زیر فشار میخواد بره، یک درجه چالش میگیره و بازی رو هم میزنه. بریم سراغ رای گیری. رای گیری برای شماره 1 بیستید لطفا. شماره 2، شماره 3 بیستید لطفا. تیم مافیای قدری ها. شماره 4، شماره 5 بیستید لطفا. شماره 6، 7، شماره 8، 9 بیستید لطفا و شماره 10. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 2، 5 و 7. بیستید و دفاع کنید لطفا. شماره 2، از نظر خودت خیلی هیولایی، از نظرت من اومدم یه دونه یار بین 6 و 7 دارم، 4م مستقلا از نظرت مافیاست. حق هیچ گونه عکس العملی نداره. من بلند شدم گفتم یه دونه یارم اینجاست، 4 مستقلا مافیاست، با کارت شهروندی اون به یارم اتهام زدم. ها این عقیده تو بود دیگه تو نوبته. پس عقایدت غلطه یا مافیا کشیدی؟ عقایدت غلطه یا مافیا کشیدی تو این بازی؟ آقای 6 تو برای شهروندی، تو گفتی اینجا با مافیا بین من و مافیا، میگه نه دو چتامش من شهروندم، با 5 تا به شهروندیش رسیدی، داره دو تا شهروند تاریخ. متشکرم. تو مسیر بعد اون میخورد یا نه؟ من شهروندم. بیستید و دفاع کنید. شماره 5، سجاد تو راجع به من حرف زدی، به من رأی دادی، برای چی رأی 4 رو کشیدی زیر من؟ اون دو تا که به من اتهام زده بودن، این داداشم که به من اتهام زده، تو واسه چی به من رأی دادی؟ بعد شماره 8، تو هم به شماره 1 رأی میدی هم به من رأی میدی، تو اون به من گفته شهروند، تو به اون میگی مافیا، به منم رأی میدی، ما جفتمون با هم دیگه اینجوری پشت به پشت هم، بعد من به علی به شماره 2 میگم شهروند بازی، تو به اونم رأی میدی، به منم رأی میدی. آره سه تایی اینجوری داریم با هم دیگه بازی میکنیم. متشکرم. بفرمایید. من صحبت بکنم، من که نفر سوم اومدم اصلا توی دفاعی با، فکر کنم اکثریت آرا هم آوردن به من که به هیچ عنوان رأی نمیدی. تو پاشو یه دونه چالش از شماره 10 گرفتی، گفتی 2 مافیاست، 4 مافیاست، 7 مافیاست، 2 و 7 اومدم ولی 4 نیومد توی دفاعی. پس 4 تو این بازی از نظر من مشکوکه. من توی نوبت خودم گفتم تو چرا مشکوکی، چون توی اینترنت عملا نکس دادی، یعنی یه جورایی گفتی من نمیدونم، یه چالش میگم تو بازی صحبت میکنم. شماره 2، اگه شهروند بازی هستی روند اتهام زدن تو به این عوض بکن، به نظرم میتونه تو بازی شهروند بازی باشه. بارها اعلام شده در زمان دفاع حق هیچ گونه عکس العملی ندارید، لطفاً تکرار نکنید، در غیر این صورت اخطار خواهید گرفت. شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای شماره 2، 5، شماره 7. آخ به شماره 7 دادم رأی ها رو مساوی کنم، فکر کنم فردا خیلی اتهام بخورم. شماره 7 بسیار. ای باز پرس رو دادن بیرون. کیا به من رأی دادن؟ چقدر شهروند سوس بازی میکنه، مگه میشه دست 19 شهروند انقدر راحت بیاد بالا؟ دیگه کی رأی داد؟ شماره 10 رو بکنید بیرون. شماره 10 با احتمال خیلی بالا. محترم داوری حواستون هست چه اتفاقاتی داره میفته دیگه؟ بله بله. شماره 10 با احتمال خیلی زیاد تو این بازی مافیا گرفته. تو چرا به من رأی دادی؟ مگه تو نمیگفتی از نظر تو علی توی این بازی مافیا بازی شماره 2؟ چرا می‌خواستی رأیشو مساوی بکنی؟ می‌ذاشتی بره دیگه. شماره 6 رو از بازی بکنید بیرون. 10 مافیا است، 6 مافیا است. تو هم به من رأی دادی آره؟ شماره 5 رو نگاه بکنید. شماره 5 وقتی که از خودش دفاع کردش، نشستش دست به سینه به خاطر اینکه ترس داشت از اینکه بهش رأی بدن. وقتی هم که وایستاده بود باز هم دستشو جلوی خودش گرفته بود، ترس داشت، ولی وقتی که رأی نیومد خیالش راحت شد دیگه گاردشو باز کرد و نشست. متشکرم. خسته نباشید، در پشت صحنه همراه باشید لطفا. حقیقتا نمیدونم چه جوری روز یک رفتم، یعنی شهروندا رأی داده بودن، یه شهروند میگه 4 تا رأی آورده بود، از کجا میفهمن که رأی من قرار با مساوی بشه؟ رأی دست لقشون رو انداختم از بازی رفتم.
چرا شماره 5 رای داد به شماره 7؟ فکر کنم فردا از بازی خارج بشه. روز سختیه واسم. سلام آقای باسپورس، چقدر زود دادنت بیرون از بازی. اصلا متوجه بازیشون نمیشم. نفر سوم اومدم، چرا باید به من رای بدید؟ من برم واقعا چرا باید نفر سوم بهش رای بدن؟ دیگه شهرمون باسپورس نداره. به نظرت مافیا بهت رای دادن از بازی رفتی بیرون؟ فکر کنم ده مافیا بود بهم رای دادن. زیاد فکر نکن، خسته میشی. شهرون بودونم، همه شهرون رای دادن. زیاد شهرون رای دادن. مهران زیبری ولی مافیا. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق، کدوم یکی از عزیزان به نظرت مافیا هستن؟ بخوابه، گروه مافیا از خواب بیدارشن. کدوم یکی از شهروندها فکر میکنید که تیمتون رو داره تهدید میکنه؟ رئیس مافیا باید اعلام کنه. رئیس مافیا اعلام کنه، گروه مافیا بخوابن. شیاد، به نظرت میتونی کارگاه فریب بدی؟ بخوابه کارگاه. به چه کسی مظنونی کارگاه؟ بخوابه. کارگاه بازی استعلام شماره 5 رو گرفت، چون رئیس مافیا بود به شهروند اعلام شد. پزشک، جون یکی از همشهری‌ها در خطره. بخوابه باسپورس. اگر فکر میکنی که باید دوستان بیشتر صحبت کنن، میتونی دو نفر رو به من معرفی کنی برای باسپورسی. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 3. بله های مهران، مثل این که امروز شانس شهروندی نداشتی. آره، مثلا معلوم بود اصلا تیره شب منم نمیدونم روند بازی رو چی کار کرد. اصلا شماره یک خراب کرد بازی رو. واقعا دو مافیاست؟ نه یک مافیاست. باید وظیفه‌اش اینه که بازی رو خراب کنم. هشت چیه؟ هشت هم شهرونده. متشکرم، خسته نباشی، پشت صحنه میبینم. شاد و پیروز باشید. درخواست اعلام وضعیت. رای میاره، دو نفر از دست دادیم. دو شهروند. تو چقدر اتهام خوردی؟ فقط یه دونه از یک خوردم، یه دونه از ده خوردم. هم یک دور صحبت میکنید، 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. چالشم واسه علی صحبت. آقا تو این بازی 10 4 6، تو این بازی مافیان. 10 4 6، تو این بازی مافیان. اگه بذارم تو شهرونده، اگه بذارم تو شهروندی، بابا یه آدم اینقدر راجبه فهمیدم مقاومت نمی کنه. داشته با من اتهام میزنه، گفتم شهروندی. این هم رأی به من شهروند داده، هم رأی دو به اون شهروند داده. آقای شیش
معتقد بود که من و این شهرونده با هم دیگه یاری متشکرم. راجب چهار اعلام موضعی نمیکرد به شهروندی تو رسیده بود. 10-4-6 تو این بازی مافیا. بفرمایید. تو چقدر اتهام خوردی؟ من اصلا نخوردم، اتهام نخوردم، توضیح دادم شماره هش خوردم. الان پس میرم یه چیزی میارم با هم اتهام بخوریم. 10-4-6 مثلا رأی ندادم به شماره 7. فقط دشمن وصیت. کیا رأی دادن شماره 7 رفت بیرون؟ من رأی فقط به تو دادم. کی داده گردن بگی زاید تو کی داره رأی دادی؟ شماره 5 داده دیگه اینجا کی داده؟ منم رأی دادم. 4 هم رأی داده. تو یعنی چهاره دیگه قطعی مافیاست. نمیذارم بازی جا. ببین زاهدی تو اگه شهروندی من شهروند رأی دادم. تو شهروند مهران زیوری هم شهروند بوده فقط چهار مافیا توش رأی داده. نفر بعد. اصلا فکرشو نمی‌کردم امروز اتهام نخورم. شهروند شم مگه میشه؟ چالشم واسه شماره 1 لطفاً بعد از من صحبت بکن. شماره 4 شما رأی تو دادی به شماره 2 با مافیا رأی دادی به شهروندی که رفته بیرون. چیکار کنیم دوست عزیز؟ رأی بدین دوست شماره 4 رو میره بیرون یه دونه مافیای بازی. آقا خیلی خوش اومدین بفهم. ماستو نگهدار شما نگهدار. بچه یه لحظه آروم باشید. رأی دعای علی کیا بودن؟ آخه شماره 4 شما به نظرت مگه شماره 5 مافیا نبوده؟ یعنی 52 با هم مافیا بودن و من تو دفاعیه 5 گفته من و یارم اینجوری پشتم امروز می‌خوایم رأی بدیم 7 بره بیرون. شماره 4 که به نظر من قطعه به یقین مافیای ببین علی باز من به نظرم تو آخه مشکوکی آره. چون هم من میدونم شهروندم همون داداش شهروند بوده هم محمدو شهروند دارم رأی دادیم به تو. بفرمایید خواهش می‌کنم. حالشم برای شماره 4 بعد از من. چند و چند و چند مافیا؟ 1-5 روحو مطمئن بودم مافیاست. بفهمیم بفهم. نخور آقا با اتهام بخور اونو. الان شما به شهروندی شماره 2 رسیدید دیگه درسته؟ نه. الان میگه شهرونده شما آقای شماره 1 تو هم به 2 رأی دادی هم به این رأی دادی. علی تو اگه خودت شهروندی فقط باید یک کو جردن بگیری. یک هم به تو رأی داده هم به این رأی داده. مگه میشه که تو هم شهروند باشی اینم شهروند باشه اون به دو تا شهروند رأی داده تو مصرف به یک نرسه؟ وقتی میگم یک رو بکنید بیرون گوش نمیکنید بازیتون همه میشه. الان آیا شماره 10 میگی 4-6-10 تو چرا با 2 کاری نداری؟ آه مگه الان نگفتی شهروند نیستش؟ پس چرا توی دایره مافیا نیست؟ بفرمایید. امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری باید اتهام بخورید. تو دوتا خوردی؟ بله بله. دوتا چیپس بخور. بله. یه لحظه گوش کن. چالش دارم. این من دست بیعت با تو دادم دیگه. اگه رأی نمیدادم میگفتی چرا رأی نمیدی؟ زمانی که علی آقای شماره 2 با 4 تا رأی اومده بالا تو گفتی رأی رو مساوی کنیم. من دستمو کشیدم با مافیای ذهنیم امروز نمایان کردم رأی دادم. اینقدر من نمایانم؟ تو چی اتهام نخوردی؟ نه دیگه اتهام نخوردی دست نزن دیگه. اتهام نخوردی چیزی نخوردی. آقای شماره 9 متشکرم. نمایان مافیاست. 9 چه مافیاست؟ دو هم مافیاست. میشه تو شهروند باشی بعد اون شهروند رفته باشه بیرون؟ بازی رو میبینید که شهروندای بازی چه موضعی دارن به شماره 1 میدن بدون دلیل. تو زندگی واقعیمون هم همینه. اعتماد کردن بیجا و بدون تحلیل باعث میشه خیلی راحت آدما از ما سوء استفاده بکنن. کیا به 5 رأی دادن؟ اول من رأی 5 چی کنم؟ فقط منو این تو هم رأی دادی به شماره 5؟ رأی ندادی به شماره. آقا یه لحظه گوش کن. مثلا شما فکر کن شماره 2 شهروند بازی درسته؟ شماره 4 رأی داده به شهروند درسته؟ چرا باید یه شهروند دیگه هم رأی بده؟ پازل ذهنیمو تقریبا جمع و جور کرده بودم. میدونستم مافیا دیگه کیان. چه فرقی داره واسه شماره 4 که دو شهروندو بده بیرون یا هفت شهروندو بده بیرون وقتی به شماره 2 رأی داده؟ فقط میخواسته رأی رو مساوی کنه. شماره 2 مافیای بازیه، 5 مافیای بازیه. مگه من 5 نکوبیدم؟ چرا مافیا پشت دست من رأی نداد؟ الان کن آقا فقط همین شماره 1 مگه میشه دو شهروند باشی؟ دو روز هفت تا چالش گرفتی به سه تا شهروند بوده اتهام زدی به من که شهروندم. مگه میشه شماره 10 با این استدلال اتهام میزنی که با شماره 2 کاری نداره؟ دو ولی به نظر شماره 10 مافیاست. دقیقا با شهروندت کاری نداره. امروز اصلا بازی واسه من مهم نیست. فقط هشت رو میخوام بکنم بیرون. فقط تو شماره 2 بشین. اصلا من که شهروندم کسی میتونه بگه من مافیام؟ فقط میخوام هشت رو بکنم بیرون. جایی که لازم بود صداشو بردش بالا که راحت بتونه یه دونه شهروند رو بیرون کنه. هیچ وقت اتهام رو تنها نخورید. سر دلتون میمونه، دل درد میگیرید. اتهام به همراه چیپس، ماست موسیر، یه مقدار حالا پفک میتونه همراهش باشه. تو اگه به شهروند ذهنیت بوده این میخواست رأی رو مساوی کنه. تو برای چی رأی کشیدی زیر اون رفت بیرون؟ به نظر من 6 و 8 بینشون یه دونه مافیا قطعی نشسته. 4 هم مافیا
مطمئن است. چهار مافیای مطمئنه، بین اون دوتا هم یه دونه مافیا نشسته. امروز یه رأی میدین فقط چهار مافیا مطمئنه. متشکرم، بفرمایید. آقای چهار با تو رأی داده، آقای محمد با شما رأی داده، میگه من دست بیعت هستم. نباشه. تو گفتی رأی مساوی کن. اون شیشه اگر به من رأی میداد با اون چینشون باز میشد. الان نشسته شیش و چهار و ده ستایشون توی با هشت فرض کن مافیا است بیدار شده، فقط شهروند اتهام میزنه یا بین مریض یه دونه مافیا هم تارگت میکنه که شو نشه. این چیزی تو بازی شهروندی ولش کنید، هم شهرونده این رفیقم و مافیا است. شیش مافیا است، ده مافیای بازیه. بفرمایید. یه دونه بکشی زیر چهار. خیلی حرف میزنه شماره یکه. شما رأی دو دادی به شهروند، الان داریم به منی که هیچکی رأی دو ندادم میگی مافیا بازی. فکت مافیای شماره 4 رو میاره، داره میگه واسش هیچ فرقی نداشته که اون شهرونده بره یا این شهرونده، باز داره بهش میگه شهروند. 4 و 6 با هم مافیای بازی، خیلی واضحه. نیازی نبود من خیلی بجنگم، شماره 1 بازیکن جنگنده ای بود، فقط لازم بود که من شماره 5 رو نگه دارم. همین دیروز یه نفر با 4 تا داشته خروج میکرده، درسته؟ این چیه؟ شماره 1 چقدر داره بی انضباطی میکنه پدرام؟ بلش کن، بی ادب، بیا چیپس بخور. این بچه‌ها اتهام خوردن، چیپس و پفک آوردیم که باید اتهام بخورن. یا نظر تو چیه؟ شهروند خواستم نگهش دارم، مافیاس روز یک بهش اتهام زدم، این دوتا رو با هم اتهام زد. چرا به من داری اتهام میزنی؟ از نظر من اگر بین رأی دعایی باشه، شما چرا منو داریم با شیش باکس میکنی؟ شیش که رأی تأخیری رو کشیده، خود چرا اون تگ مافیا نن؟ چقدر داستانه درامه اگه از این زاویه بخوای بهش نگاه کنی. چهار دستشو بس به دست شماره 1، فردا خودش تمومه شد. امروز فقط مافیاتون منم. اگر شهروندی به من اتهام نزن، من رأی دو به تو ندادم. متشکرم، نفر بعد صحبت کن. من صحبت کنم، من صحبت کنم. ببین بشه من صحبت کنم، صحبت منم بشنوید. دوست عزیز تو اگر 1% شهروندی فقط مسیر شماره 6 ها، اون قطعی میدونه که تو شهروندی. اگر تو شهروندی، اون داره از رو کارت شهروندی تو، من دارم به تو تا اتهام میزنم، به اونم اتهام میزنم، از رو کارت شهروندی تو داره فقط منو میکوبه. شیش هم مافیا، تو رأی تأخیری کشیدی زیر شهروند قطعی، میخواستی رأی مساوی کنی، چهار تا رأی که آورده بود چرا پنج رو کشیدی زیرش رفت؟ بفرمایید. نمیدونم چرا شماره یکی داره اینجوری میکنه پدرام. من که اتهام نخوردم که. اتهامو همه میخورم. ببین الان اومد بیکار بود، دو تا اتهام خورد. اتهامش خوشمزه است. شیش مافیاست، شماها روز یک گفتی چهروند، من گفتم سایده بازی اونجاست. ببین آقای چهار، رأیای دوی خودت کیا بودن؟ یه دونه من بودم که میدونم شهروندم، یه دونم اینه که الان بهش میگه اگه شهروند دستم بردار سرم بردار، دوتا او یکی رأیش کی بود؟ یه دونه مونم که تو رونده بازی کشیدی زیرش رونده بازی، سه تا شهروند مافیای بازی بیرون یک بوده، یه دونه رأی بدیم بیا با ما داخل پایه. پس 4 و 6 تو این بازی مافیان یارشون شماره 10. من نمیذارم، من شهروندی برام حسن مهم نیست. 4 و 6 امروز میان داخل دفاعیه. این حمید کجا رفت؟ بازی داریم، لحن و زبان بدن اینا چی میشه؟ باز برام دنبالش. 6 تو دیروز به 7 هم رأی دادی. آره ببین، بین 6 و 4 علی و شهروند داری امروز تو؟ من که میدونم شهروندم رأی دادم، یه شهروند اونجا رأی داده، این دو تا شهروند. زاهدی اگه شهروندی حداقل 3 تا شهروند رأی دادن. شماره 4 دیروز رأی دادی به شماره 2 دیگه، شما رأی دادی به شماره 2. مسیرت فقط میخوره به شماره 4 که به زیر 7 هم کشیده. تو داری میگی 4 و 6 و 10 مافیا، همینا امروز رأی میدم تو میری. بفرمایید. رأی میدم تو میری. شهروان باید باهوش باشه تو این لحظه. من روز یک بازی، من محمد قاسمی این داداش با آقای شماره 4 رأی دادیم به علی دیگه. از بین این زنجیرش یه نفر تیر شب بوده. پس بین محمد، علی، آقای شماره 4 یه دونه مافیا هست. یک، دو، سه، بین اینا یه دونه مافیا هست. قبول دارید بین 5 و 6 هم یه دونه مافیا هست؟ منو که همتون دارید به من توضیح میدید، منو شهروان دارید، نو هم کیش که بهش اتهام نمیذاره، به نظرتون شهروان؟ پس شماره 8 میشه خارج از طرح هر طرفی میشه قطعی مافیا دیگه. شماره 8 ببین، به نظر من که محمد شهرونده، نوح شهرونده، خودم هم، ما سه تا شهروندیم. متشکرم. بین شما دو تا یه دونه مافیا هست، بین این دو تا یه دونه. بفرمایید بشینید. 8 میشه قطعی مافیا. بفرمایید. همین داریم برنامه میگیریم، زبان بدن، لحن. بیا آقا بیا بشین، یه اتهام خوری دوره هم دیگه داریم مش میکنیم. بشین زبان بدن با اینا جذاب تره.
میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای شماره 10 9 8 بیستید لطفا. شماره 6 بشینید لطفا. 5 شماره 4 شماره 2 بیستید خواهش میکنم. بفرمایید بشینید خواهش میکنم. بشینید خواهش میکنم. شماره 1 بفرمایید بشینید. چهار نفر از خودشون دفاع میکنن. شماره های 8 6 4 و 2 بیستید و دفاع کنید. شماره 8 ببینید بچه‌ها، من که تو این بازی شهروندم، یک روز میتونید به من اعتماد کنید، امروز روز من نیست. ولی ببین شماره 5 رو نگاه کن، 5 میگفت 6 و 7 یکشون مافیاست، این که رفته شهروند. بعد بلند شده میگه بین 6 و 8 یک مافیاست. من که میدونم شهروندم، تو بس بعد من دستت 6 بشه، ولی میگی 4 بره. پس بین تو و 4، بین تو و 4 حداقل ما یه دونه رو داریم. آقای شماره 1، تو مافیایی به نظر من، نمیتونی مافیا نباشی. با این برایند که من رو مافیا داری، نمیتونی تو شهر بمونی. بفرمایید خواهش می‌کنم. شماره 6 بیستید و دفاع کنید. الهی به امید تو، یا بدجون بدترین حالت ممکن هضم میشم یا صعود میکنم دیگه، از این دو حالت که خارج نیستش که. بچه گوش کنید، من فقط دارم 5 رو میکوبم، دیروز بهش رأی 2 دادم. به نظر من 4م شهرونده. تو شهروند بازی شماره 1 رو یه لحظه ول کن. شهروند بازی آقا، همه چی رو یه لحظه ول کنید. تنها شانس بردمون شماره 2ه، فقط شماره 2 شانس بردمونه. یعنی یا من به وقت حالت ممکن از میشم یا صعود میکنم دیگه. شماره 2 از ساید ما 3 نفر اومده، شو از ساید اونها 1 نفر اومده. 2-5 عملا دارن با هم بازی میکنن دیگه. اینجا یه مافیا نشسته. شماره 4 شهروندی، شماره 4 یه نفر شهروند شما، شماره 2 داشته میرفته بیرون، براش فرقی نداشته شماره 2 شهروندت بره بیرون یا شماره 7. خب وقتی شما داشته میرفته بیرون شده. چرا به این رأی داده؟ بیستید و دفاع کنید. شماره 4 این شماره 1، تو قدرت تصمیم گیری تو روز 1 خیلی ضعیف بوده. من که دستم به دست تو بسته بودم، یعنی من مافیام، به 2 رأی دادم، با 4 تا داشته میرفته بیرون. این نظر تو چیه؟ مافیاست، من تارگتش اتهامش زدم، شهرونده، خواستم رأیشو مساوی کنم. خب خیلی مشخصه که من شهروندم. نمیدونم، یا 2-5 با هم مافیان، یا 6-9 هم 8-1 متشکرم. شماره 2 بیستید و دفاع کنید لطفا. با شما تلاس منو یارم اینجوری بگیم با هم دیگه مافیا بازی کنیم. 6 و 4 تو این بازی مافیان، یه دونه بین 10 و 8ه. اگه بیسو بزنن تو شهروند، اگه مافیای بهترین کارو کرده، چون نسبت یک میخوان قانعت کنن درست بازی کنیم. ببین آقای شماره 4، یه سوال ازت دارم. مگه 5 اختار شهروندی نمیدی؟ پاشو 6 و گردن بگیر. خب باید بگیری دیگه، چه این شو نشه دیگه. 6 و 4 تو این بازی با هم دیگه مافیان نشه. این رفیقم، من هرچی مافیا معلوم دیدم قبلش برام سوء تفاهم بوده، تو دیگه از همش عذرخواهی می‌کنم. بکشی زیر 6، نه بیرو بکشی زیر 6، من به جفتتون رو دفاعی رأی. متشکرم آقایون، بیستید. شما به هم حق رأی دارید. هر چهار عزیز بیستید. رأی گیری مجدد برای شماره 8 6 4 2. شماره 4 وصیت. بفهمید بشینید آقایون. بشینید خواهش میکنم. شماره 2 من که شهروند بودم، کیا به من رأی 2 دادن؟ تو هم رأی 2 دادی به من. من که با تو داشتم 6 رو اتهام می‌زدم، برای چی به من رأی 2 دادی؟ از نظر من شماره 2 قطعیه. متشکرم. محمد هم مافیاست. خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. خیلی اینم خیلی اتهام خورد، دارم یه چیپس بهش بدم. خیلی حساس میشه. و
سلام علیکم. سلام. خیلی اتهام خوردی؟ نه. یه چیپس بخور. بخور. اتهام زیاد خورد، چیپس دادیم بهش بخور. بریم تو اتاق برات توضیح میدم. برو برو پشت صحنه. پنج رئیس بود. بله، برو پشت صحنه. با اعلام من. شب پیش و شهر به خواب میره. عجب شب حساسی بشه امشب. محقق، تحقیقات امشبت؟ بخوابه. گروه مافیا از خواب بیدار شن. آره، امشب چه کسی رو از روند بازی خارج کنن و ببینیم. رئیس مافیا باید اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. شیاد، چقدر به کارآگاه نزدیک شدی شیاد؟ بخوابه. کارآگاه مزنون امشبه. بخوابه. پزشک، بخوابه. با اعلام من، روز میشه و شهر ما شکست میخوره. رئیس مافیا بیسته. ناتو، شیاد، خسته نباشید. دوستان پشت صحنه تشریف بیارید لطفا. شد دیگه، بعضی وقتا هم اینجوری میشه. مانتر بودی؟ کجا هستم؟ رای ندادم، چاوت شده بودم. تو رو خدا برم کن، رای ندادم بدم. رای مصابی میکنم رای تو رو. رای تو رو دارم مصابی میکنم، دیوانه هم مگه؟ بیا بیا بشین آقا، ولش کن، بیا بشین که دور هم میخوایم اتفاق بخوریم. آره بابا، بازی چیه؟ شهر غمگین و شکست خورده است. شهروندان نتونستن در جایگاه خودشون به خوبی ایفای نقش کنن. شاید اگر به درستی مسئولیت‌های خودشون رو انجام میدادن، این شهر پایان بهتری داشت. این که یه بازی بود. امیدوارم توی زندگی واقعی نقش های خودمون رو فراموش نکنیم. ارادت.